جوی بایدن چی تفاوت داره با ترامپ؟ در مجموع ما توقعی از این نمیتونید داشته باشیم که سیاست امریکا در مورد افغانستان یک تفاوت زمین تا آسمان کنه. ما این توقع رو برای این نداریم که سیاست های امریکا در جهان به صورت مجموع به این شکل نوسانی نیست. اما محور سیاست های از او به جای خود باقی میمونه. ادمنستریشن ها میاین میرن، اما محور سیاست های امریکا در اون شرق میانه و آسیای جنوبی به جای خود باقی میمونه. ما تفاوت زیاد را در مورد سیاست امریکا در مورد جنوب آسیا توقع نداریم در اداره جوی بایدن، چون این اداره جوی بایدن برای ما نو نیست. ای امو اداره است که 4 سال پیش در تحت اوباما وجود داشت. در زبان اوباما جوی بایدن معاون رئیس جمهور بود و او سیاست ها در مورد افغانستان کاملا مشخص و واضح بود که تفاوت بسیار بنیادی با سیاست های ترامپ ندارد. تفاوت چیز خواهد بود که ما فعلا در چند ماه گذشته تحت فشار هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک نوع عجله را در سیاست امریکا می دیدیم در مورد افغانستان تا یک نتیجه را به اصطلاح تحمیل کنند بالای مردم افغانستان. اینمی فشار برداشته خواهد شد. این خودش مهمه. انتخابات حالا تمام شده، نتایجش هم ولو که ترامپی را قبول کنه یا نکنه، معمی چند لحظه پیش بازم یک سخنای مشاور امنیت ملی امریکا رو میشنیدم که همین دیروز صحبت کرده بود که مشاور امنیت ملی امریکا که از طرف خود ترامپ انتخاب شده در پالوش پامپیو، مایک پامپیو استاد بود و ایره گفت که اگر جو بایدن برنده باشه و هریس و ای تثبیت شده، ما در 20 جنوری این ترانزیشن دولت از اداره ترامپ به اداره تازه با صورت سموت به اصطلاح به شفافیت و به آرامی صورت خواهد گرفت. یعنی در حقیقت این با سخنهای چند روز پیش پومپیو که گفت ما ترانزیشن آینده بین اداره موجوده ترامپ و اداره آیندهش خواهد بود، زمین دو آسمون فرق. بنابراین رو هم به این واقعیت پی بردن که بازگشت و پیروزی ترامپ هیچ امکان نداره. فعلا تمام در نشان میتواند که 306 الکترال کالج جوی بایدن گرفته و این 270 کافی. خب میاییم که این چی بالای سیاست های خارجی امریکا. عجلی را که موجود بود که حل شود تا به ختم انتخابات ای از بین میره و چی خواسته باشیم چی نخواسته باشند نخواسته باشند، بالای توافق امریکا با طالبا تجدید نظر صورت خواهد گرفت و ای به می خاطر ما این پیشنهاد را روان کرد. پیشنهادهای ما در حدود 12 صفحه است. در این سیاست پاکستان کاملا مشخص توضیح شده، نقش پاکستان در بی‌ثبات سازی افغانستان توضیح شده. امیدوار هستم که این یک کمکی کنه به عنوان یک بک‌گراند پیپر برای اداره جدید بایدن. برای ما از طرف همین مسئولین وبسایت انتخاباتی بایدن اطمینان آمد، ایمیل آمد که ایمیل ما رسیده، پیشنهاد ما رسیده و به مرجع مربوطش سپرده میشه و با ما اطمینان داده شده. بنابراین حداقل اطمینان وجود داره که وای کاغذ ما را داره، نظر ما را داره و همچنان یقین دارم که دولت افغانستان هم به اداره تازه بایدن تماس گرفته و موقف خود را روشن ساخته و مشکلات توافقنامه امریکا را با طالبا واضح ساخته و این مشکلات ما در عمل دیدیم که در قطر طالبا برای مذاکره نرفته بودند، هیچ کوشش برای مذاکره نکرد که
هیچ کوششی نکردن یا گنجندای را پیشنهاد کنن که بر اساس از او بشینن با هیئت دولت افغانستان صحبت کنن، تبادل نظر کنن تا به توافق سیاسی برسن. و برزی رفته بودن که یک فرمالیتی است و برشان دولت با آقای سبدالسخ نشان داده شد به طرف امریکا و پاکستان که دولت تسلیم میشه. بنابراین جوی بایدن هم این شکست مذاکرات قطر، نارسایی مذاکرات قطر که حتی به یک آجنده نرسیده تا حال درخواد کرد. و تفاوت میخواد بود که در اینجا یک استراتژی تازه را، من نمیفهم که به عوض خلیلزاد چی کسی را موظفات ساختن، چون خلیلزاد بر علاوه که نمایندی امریکا است بلکه چیزهای شخصی خودم داره، خواستهای شخصی خودم چون در مورد افغانستان و آیدی افغانستان و پاکستان داره و حتی گفته میشه منافع شخصی هم فامیلی داره در قسمت ای حل موضوع خصوص منافع طالبا. ای از این لحاظ یک فرصت است دیگه برای کسایی که مانند ما و دیگه اکثریت مردم افغانستان که میترسیدن این مذاکرات قطر یک نتایج نامطلوب به بار بیاره. یک فرصت است که این مذاکرات بالای امریکا فشار آورده شود و از لابیگری های مختلف تا کمی عملی و واقعی با موضوع برخورد کنند. و این خب امید موجود است. اما در این زمان جو بایدن تأکید کرده چند بار که پاکستان در سیاست های استراتژیک امریکا در جنوب آسیا مقام بسیار بالا داره، حتی گفته که 50 بار بهتر از اهمیت بیشتر داره از افغانستان و حال خصوص در مقابل هند و افغانستان و چین. این موقف پاکستان و دوستی پاکستان برای امریکایی‌ها و جوی بایدن مهم است و باعث یک جاندارم منطقه او را همیشه حمایت کردن در طول اداره اوباما. امریکایی‌ها همیش به پاکستان گوش کردن، سخنهای امریکا پاکستانی‌ها را گوش کردن، نظریات کماندانهای نظامیشان را گوش کردن و همیش از او را حمایت کردن. و اون موانه ما دوباره به قصر سفید پیدا میکنن، اون کسایی که هیلاری کلینتون نه حمایت میکردن اما دوباره به چیز میهن، به قصر سفید میهن. و اگر کری وزیر خارجی زمان جوی بایدن و اوباما را بیاد بیاریم، او هم حتی در مورد سیاست های داخلی در افغانستان امو یک دولت ضعیف اشتراکی را به ائتلافی را ترجیح میداد تا یک دولت قوی مرکزی در افغانستان که مستقلانه در مورد سیاست های افغانستان تصمیم بگیره. سوال های زیاد موجود است. چیز تاله ابراز نشده از طرف اداره جوی بایدن یا به اداره آینده جوی بایدن یا تیم از اون تاله توضیحات داده نشده در مورد موقفشان در مورد افغانستان. اما باز هم یک فرصت ایجاد کرده. فرصت ایجاد کرده تا سیاست ها در مورد افغانستان باز یا چیز شود، بازنگری شود. و امید است که در این بازنگری نظریات شورای همبستگی هم در نظر گرفته شود و ایره ما ای به افغان ها زیادتر ارتباط دارن که چقدر بالای اداره جدید و تیم دموکرات ها فشار میرن. افغان هایی که در امریکا در کانادا هستن و مسئولیت بیشتر دارن که در این قسمت حتی هر به اندازه که میتونن بالای اعضای کانگرس بالای دولت فشار بیرن این موقف ها را توضیح کنن. ما میتونیم موقف را که ما روان کردیم برای افغانایی که در امریکا هستن، گروپ هایی که هستن، برشان بتیم که از او استفاده کنن در لابیگری خود، در صحبت هایی که با اعضای دولت میکنن یا اعضای کانگرس میکنن از او استفاده کنن. و در این ماه جنوری قسم بر اساس پروگرام قبلی
کانگرس امریکا امو بازنگری خود رسمی آغاز میکنه، امو راپور را که و بدو حیات 14 نفری وظیفه داده بودن و او را اهم میکنه و در مورد افغانستان یک سیاست امریکا را ارزیابی میکنه و اونجا ما هم نظر خود روان کرد. امیدوار هستم که این فرصت و به یقین که پیش در امو هیاهوی ایناگوریشن جو بایدن صورت خواهد گرفت که این به نفع مردم افغانستان تمام شد. ما زیادتر چیز در مورد بایدن و سیاست آیندهش گفتن میتونم، اگر دوستان نظری دارن خوشحال میشیم که بشنویم.